او به سمت راست میبره بازی رو. امیر اصغری دوباره پشت محوطه جریمه برای خوده. میثم باوی پاس عالی فرصت برای ابو مسلم و خلیل آزاد که با یه خیز بلند از دروازش بیرون میاد و توپ رو از مقابل پای احسان خورسندی میگیره. حالا یه سانتر بلند به داخل محوطه جریمه، فرصت برای ابو مسلم و ضربه‌ای که در بین راه به دفاع خورد میکنه. تعویض منطقه بازی به سمت راست. نظرزاده با پای چپ میفرسته، فرصت برای برق شیراز. ویلیام مورنو پاس رو به بیرون میده و این ضربه که بعد از برخورد به دفاع به بیرون رفت. پشت محوطه جریمه یه ضربه از راهی دور و توپی که خیلی راحت برای دروازه تیم ابو مسلم شد. یه لحظه بازیکنان برق شیراز خودشون هم باورشون نمیشد که این ضربه مهدی کریمیان وارد دروازه ابو مسلم شده باشه. مهدی کریمیان یه پاس خوب به محوطه جریمه، فرصت داره برق شیراز. بازیکنی که هرگاه روی فرم باشه و هرگاه در اون موقعیت‌های ایدئال روحی و روانی قرار داشته باشه میتونه خوب بازی کنه. یه موقعیت و ضربه‌ای که باز هم در واقع محمد صالح خیلی‌آزاد برمیگردونه. یه بار دیگه موقعیت، فرصت برای تیم ابو مسلم در محوطه جریمه و پنالتی. دقایق گل دو فصل پیش لیگ برتر، دنی اولروم میزنه ضربش رو، خیلی هم بد میزنه و خیلی خوب میگیره این توپ رو صالح خلیل آزاد. فرصت برای ابو مسلم داخل محوطه جریمه و این ضربه‌ای که واقعا ناامید کننده بود. اولی رها میکنه، دومی که بازیکن با تجربه تریست توپ رو میفرسته به محوطه جریمه، فرصت و ضربه‌ای که به کورنر میره. دانش دوست رو به بیرون با سعید بیات، یه فرصت و توی دروازه جان دینگودی. به ارسال دقیق سعید بیات دروازه برق شیراز با ضربه دقیق تر جان دینگودی باز میشه. این جریان آجر آمبولانس چیه موقعی که ابو مسلم گل زد؟ برای خوشحالیه ای که واقعا تیم مال ابو مسلم و مال خراسان، باید ما شادی بکنیم. به خاطر همین ما همیشه یه آجر میزنیم که بچه ها خوشحال‌تر بشن. بعد از دریافت اون گل احتمالاً بازوبند خودش رو از بازو در آورده. حالا یه حرکت خطرناک از سمت چپ برای برق شیراز، موقعیت تک به تک با دروازه‌بان و پنالتی. 90مین دقیقه مسابقه، اعلام ضربه پنالتی به سود تیم برق شیراز. فرید عابدی میزنه و میگیره مهدی ثابتی، عالی میگیره این توپ رو، جبران میکنه اون گلی که در نیمه اول خورد و نجات میده تیم ابو مسلم رو از یه شکست خانگی. تیمی که اعتماد به نفس شاید دست میده، به اعتقاد من خیلی کارش سخت میشه. ما طول این 20 روز سعی کردیم با توجه به دو بازی که من قبلا با این تیم بودم، سعی کردیم بازی رو بیاریم رو زمین. ما تیممون قبلا خیلی بازی بلند میچرد. ما سعی کردیم توی این مدت اون چیزی که خودم دوست دارم توی فوتبال اینه که بازی بیاد رو زمین، بازی یه ضرب دو ضرب بکنن، که تو این کار تقریبا موفق بودیم. البته میگم ابو مسلم هم شرایط خیلی ایدئالی رو نداشت، ولی ما درسته اونا یه پنالتی خراب کردن، ما یه پنالتی خراب کردیم، ولی ما میتونستیم با توجه به موقعیتایی که داشتیم برنده این بازی هم باشیم. حدود 7 الی 8 بازیکنمون رو در اختیار نداشتیم. اگه از همون عقب زمین حساب بکنین، ما خط دفاعمون رو کلا تغییر دادیم. سعید چاجوری نبوده، وحید عسکری نبوده، جواد رزاقی نبوده، عبدالجبار نبوده، به هر حال از خط هافک سعید خانی نبوده، مهدی آقا محمدی نبوده و شهاب گردانمون به هر حال بدنش یک مقداری ناآماده است. ناآماده نمیشه گفت، یک مقداری
امروز سرما خورده بود. در تو با قرارداد شما از آقای قاسمی سوال بکنید. منم گفتم که اگه قراردادم ثبت شده باشه، زمانی که نخواهیم دو طرف با همدیگه کار بکنیم، به هر حال هیچ اجباری به قرارداد نیست. یعنی من بیام از کی شکایت بکنم؟ الان هیئت فوتبال ثبت شده قراردادتون. اگه اجازه بدین اینو من هیچی نگم بهتر بگم. قرارداد خودتونه ثبت شده. خب بعد از هیئت فوتبال سوال کن. خب ما پرسیدیم گفتن ثبت نشد. خب منم مدرکی دارم که ثبت شده.